دوستان عزیز در قسمت قبل گفتیم که یکی از افرادی که چشم یالوم رو باز کرد و به موضوع رواندرمانی وجودی و مسئله مرگ علاقه مندش کرد کتاب اگزیستنس از یک روان شناسی بود به نام رولوم می و این باعث شد که اروین یالوم بره پیش رولوم می و ازش بخواد که یک بار دیگه بعد از اون 700 ساعت و چهار سال روانکاوی یک بار دیگه با رویکرد وجودی و با تاکید بر مسئله مرگ رولومی اروین یالوم رو روانکاوی بکنه بنابراین بد نیست که چند کلمه راجب خود رولومی بشنویم سه تا از دانشجوهای می در سال 1985 وقتی که رولومی در پیری و کهنسالی بود میرن خونش و باش مصاحبه میکنن. در اونجا راجب به کلیت روان و گفتار درمانی اون اسمی که اون اوایل زمان فروید داشت این رشته روانشناسی از طریق روان درمانگری رو بهش میگفتن تاک تراپی یعنی درمان با حرف زدن رولومه اعتقاد داره که این درمان در عصر آشوب به وجود میاد در دورانهای فروپاشی به وجود میاد و چون روانشناسیه که دید خیلی بازی داره و به صورت میان رشته اطلاعات خیلی خوبی داره یکی از چیزهایی که به ما توجه میده میگه که در فروپاشی عصر طلایی یونان Golden Age اون عصری که ازش سغرات و افلاتون به وجود اومدن عصری که پریکلیز در آتن حکومت میکرد اونو میگن Golden Age بعد از اون عصر رولومه میگه که همه تالارهای فلسفه همه مدارس مثل آکادمی مثل لیسئوم اینا تبدیل شدن به کلینیک درمان و مردم اونقدر شکایت وجودی داشتن که اینا دست دسته می اومدن پیش فلاسفه و سعی می کردن که درمان بشن و اصلا واژه تراپی که یک واژه یونانی هستش از اونجا به وجود اومد بعد میگه در دوره رونسانس و پایان قرون وسطا هم همین قضیه اتفاق افتاد و دوران ما همچون یک عصر فروپاشی اجتماعی انسان ها دیگه به هیچ معنای فراگیری که تسلیشون بده و به خود اجتماع حتی به سنت ها اعتقادی ندارن حتی به آداب و رسوم اعتقادی ندارن این عصر هم یک عصر فروپاشی تلقی میشه و علت این که برکشون روانشناسی اینه مردم به این خاطر میان پیش روانشناسا وضعیت جوریه که شما وقتی به یه آدم جدید برمیخورید باید خیلی احتیاط کنید که راجع به مسائل چجوری حرف بزنید اصلا نمیدونید به خدا اعتقاد داره یا نه به شب یلدا اعتقاد داره یا نه به نوروز و چهارشنبه سوری اعتقاد داره یا نه اگه اومد خونتون باید جلوش مشروب بذارید یا گلاب اگه شب خونه شما موند میخواد فیلم ببینه یا میخواد بدونه که قبله کدوم طرفه این گسستگی و این آشفتگی که حتی از اینم فراتر میره یه زمانی بود تا مثلا ده 15 سال پیش اگه همه اینام وجود نداشت یه خانواده با هم دیگه میشستن یه سریال شب از تلویزیون تماشا میکردن الان دیگه همه تو یوتیوبن و هر کسی توی اون حباب فید یوتیوب خودشه تو اکو خودشه و شما اگه یه دفعه برید و مثلا فید یوتیوب همسرتون رو نگاه بکنید شگفت میشید که چقدر با هم دیگه فاصله دارید و چه دره عمیقی بین شماست یا خواهرتون برادرتون میبینید یه نفر مثلا همش داره ویدیوی گربه نگاه میکنه یه نفر دیگه داره دنبال ماشین اسپورت میگرده یکی دیگه دنبال باز کردن چاکراهاست و خلاصه هر کسی توی عالمیه و این تنهایی و این گسستگی خیلی خیلی زیاد شده نمیتونیم بگیم همش هم بده که آدما بتونن انقدر راحت به علایق خودشون دسترسی داشته باشن ولی واقعا دیگه چیزی که در کنار هم بودن آدم ها رو بهش معنا بده خیلی کم شده منظور رولومی از فروپاشی یه همچین چیزی که تازه در 1985 که این مصاحبه انجام شده خیلی خیلی کمتر از این بوده نسبت به زمان ما بعد میگه در چنین اعثاری مثل همون فروپاشی گلدن ایج یونان مثل رونسانس و دوران ما دوز و کلک و روغن ما رو پیامبران دروغین هم زیاد میشن و در واقع خیلی از این متدها یا مکاتب رواندرمانی رو رولومی شامورتی بازی و همین دوز و کلک ها میدونه و بهشون میگه گیمک گیمک یعنی همون تقلب ساختن و شامورتی بازی در واقع روش هایی که سعی میکنن یک مشکل و یک شکایت ویژه مریض رو خوب بکنن همه اینا رو گیمیک میدونه رولومی و از این نظر خیلی روانشناس خاصی با بقیه متفاوته احتمالا درمان های مثل رفتار درمانی مثل درمان شناختی رفتاری مثل تروار درمانی و شاید SFBT Solution Focused Brief Therapy یعنی درمان راه حل محور که درمانه خیلی کوتاه و مقطعی هستند که فرتالش خوب بشه اینا رو رولومه زیاد قبول نداره پس چی رو قبول داره؟ رولومه میگه روانشناسی در اصل اصل خودش پرداختن به پرسش های اساسی وجود و فلسفه است و اگه بخوایم یه کمی مدرنتر پاسخ بدیم روان درمانی یعنی وسعت بخشیدن به قلمرو خداگاه یعنی بتونیم هر چه بیشتر چیزایی از ناخداگاهمون بیاریم به خداگاه و این کاری بود که فروید میکرد، یونگ میکرد، آتورانک میکرد و آدلر میکرد اینکه دنیای آدما رو بزرگ بکنیم وقتی دنیای آدما رو بزرگ میکنیم گاهی وقتا اتفاقا استراب میگیرن گاهی وقتا سرگشته میشن، حیرون میشن ما وظیفمون این نیستش که بیایم مثلا فلان استراب خاص فرد رو درمان بکنیم یا حداقل این وظیفه نیست که رولومی برای خودش تعیین کرده باشه میگه اگه یه کسی اومد پیش من گفت از سوسک میترسم میفرستمش پیش یک مثلا رفتار درمانگر اگه کسی فوبیا داره وسواس داره اگه کسی با همسرش مشکل داره من ارجاعش میدم من کاری به این کارا ندارم من آدمایی رو میبینم که میخوان به زندگیشون وسعت بدن جرأتشو دارن که از اون دایره امن خودشون پا فراتر بذارن از اون رشتهشون تخصصشون و چیزهای جدید یاد بگیرن سوالات جدید مخصوصا بپرسن ممکنه سوال بشه که خب ما برای اینکه این, این کار بکنیم اصلا چه نیازی به فرد دیگه داریم چه نیازی به درمانگر داریم پاسخ رالومی اینه که مثل کمدی الهی دانته وقتی که دانته در دوزخ بود در میانه عمر و احساس کرد که راهش گم کرده در تاریکی در جنگل و در ترس از حیوانات وحشی گیر کرده بود اون احساس گمگشتگی و احساس تنهایی ویرژیل ظاهر شد و انصافاً صحنه خیلی الهام بخش و خیلی آرامش بخشیه من کتاب کمدی الهی دانته مخصوصا قسمت دوزخ رو در 17 سالگی خوندم و یکی از اون صحنه هایی که هیچ وقت یادم نمیره همون اول کتاب اونجایی هستش که در اون جنگل تاریک ویرژیل ظاهر میشه که به دانته کمک بکنه و میگه که منو به آتریچه فرستاده یعنی تمام اون احساس تسلی و راحتی خیال که دانته تجربه کرد و شاید خواننده و مخاطبم تجربه میکنه پس بنابراین روان درمانگر برای دانته برای مراجع مثل ویرژیل میمونه به همین خاطر باید به عمق دوزخ مراجعه به عمق دوزخ درمانجو سفر کنه و این کلمه همسفر کلمه ای که در روان درمانگری وجودی و اگزیستانسیال خیلی مهمه اروین یالوم هم از این حرف میزنه میگه که در این سبک درمان در این سبک روانشناسی دیگه آخرین فاصله میان ما و مراجعه برداشته میشه ما هر دوتا موجوداتی هستیم فانی نه درمانگر مردن بلده و قبلا مرده نه درمانجو و ما دوتا همسفریم و این خیلی خیلی امپاتی عجیبی ایجاد میکنه همدلی بسیار بسیار عجیبی ایجاد میکنه و دو نفر رو به شدت به همدیگه نزدیک میکنه بسیاری از درمانگرا از اینکه اتوریتهشون از دست بدن میترسن شما میدونید در سبک کلاسیک فرویدی مراجع دراز میکشه روی کاناپه و روانکاو پشت سرش میشینه یعنی کاملا اصرار داره که خل اصلاح بکنه مراجعه و یک نوع احساس تسلیم و ابهام براش ایجاد بکنه در روان درمانگری وجودی هدف این نیستش در روان درمانگری وجودی ویرژیل به عمق دوزخ دانته سفر میکنه و این دو نفر با هم دیگه هم سفر میشن چجوری به عمق دوزخ مراجع سفر میکنه با کاویدن رویاها با کاویدن اسطوره های شخصی مخاطب با پرسیدن سوالات اساسی و این تم سفر به دوزخ همونجور که اودیسه به دوزخ سفر میکنه همونجور که اورفیوس به دوزخ سفر میکنه در اسطوره و ادبیات یک جایگاه خیلی خاصی داره می میگه که ما نباید روان درمانی رو تبدیل بکنیم به مکدونالد فروشی و همبرگر فروشی ذهنی ما هدفمون پانسمان کردن یکی دوتا زخم مخاطب نیستش بلکه هدفمون باز کردن مسائل بسیار پیچیده است از نظر سابقه خودشم اول از همه سعی میکنه روانشناسی بخونه در آمریکا در همون دهه سی مثلا و اونجا انگار بیشتر رفتارگرایی گرایی درس میدادن برای اینکه رولومی میگه که من راجب سگ و کبوتر و اینا بیشتر یاد گرفتم تو اون درساتا راجب انسان و دراب میکنه ول میکنه ادبیات انگلیسی میخونه و بعد میره یونان اونجا انگلیسی درس بده در واقع سفر میکنه به دنیای کلاسیک شاید دوزخ خودش این بوده برای اینکه اونجا از تنهایی و از غربت میگه هیچکس کس نبود که هم زبون من باشه دوچار یک بریک داون و فروپاشی عصبی میشه تا یه مدتی بعد تو اروپا میره کلاسه آدلر رو شرکت میکنه و برمیگرده آمریکا و شروع میکنه درس دادن روانکاوی به سبک آدلر و روانکاو خود رولو هم کسی بوده که همه ما میشناسیم اریک فروم در واقع درمانگر و روانکاو رولو بوده و در این مصاحبهش رولو یه چیزی از استادش اریک فروم و روانکاوش اریک فروم نقل میکنه میگه که از دید اریک فروم بهترین درمانگرای نیویورک راننده تاکسیان رولومه اعتقاد نداره که کسی که مدرک روانشناسی گرفته یا تحت نظر کس خاصی روان درمانی شده الزاما صلاحیت پیدا میکنه کسی که روحیه شنیدن داشته باشه و کسی که روحیه همسفر شدن داشته باشه کسی که قضاوت در وجودش نباشه بهترین شخصیت و بهترین کاراکتر هستش برای اینکه درمان رو پیش ببره همون چیزی که الان هم میگن میگن روش و مکتب روان درمانی اونقدر مهم نیست که اتحاد درمانی مهمه به همین خاطر هم ممکنه یه درمانگر برای یه نفر خوب باشه برای یه نفر خوب نباشه و خب یه اعتراضی هم داره به سبک بهداشت و درمان مدرن میگه که بیمه ها هدفشون اینه که جلسات درمان کم باشه و زودتر آدما سر پا بشن برن سر کار و زندگیشون و به همین خاطر این سبک همسفر شدن در طول زندگی با یک درمانگر خیلی سخت اتفاق میافته. حالا میبینیم در این کتاب که اروین یالوم و رولومی با همدیگه چقدر دوست میشن و در بستر مرگ رولومی اروین یالوم رو صدا میکنه و میخواد که اروین یالوم هنگام مرگ همراهش باشه و شاهد مردنش باشه آدم یاد طلوع رشته پزشکی میفته اون موقعی که بقرات سوگن نامش رو تنظیم میکرد همینجوری بود یعنی کسی که میومد طبیب بشه پیش استادش زندگی میکرد تمام عمر و حتی یکی از موارد سوگن نامه این بود که وقتی استاد پیر و از کار افتاده شد شاگرد بعد از استادش نگهداری میکرد و رشته پزشکی رو به فرزند استادش یاد میداد یعنی یه چنین تعهدی نسبت به همدیگه پیدا میکردند. یک تعهد تمام طول عمر و یک تعهد تقریبا میشه گفت فلسفی وجودی بود اینا چیزایی بود که لازم بود ما از رولومی بدونیم به خاطر اینکه اروین یالوم به شدت تحت تاثیرشه و در واقع کسی بود که یالوم رو کشید در راه روان درمانی وجودی کتاب چشم در چشم خورشید یا خیره شدن به خورشید نگریستن به خورشید با این نقل قول از استوره گیلگمش شروع میشه استوره گیلگمش که میدونیدی یکی از قدیمی ترین های مکتوب جهان و شاید قدیمی ترین اسطوره مکتوب جهان باشه نقل قول اینه که دلم پر از درد می شود چرا که از مرگ می ترسم شبیه چیزی که سیاوش کسرایی در شعر آرش کمانگیر در دهان آرش میذاره دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمی خار است میخواد بگه که حتی پهلوان حتی قدیمی ترین از مرگ میترسیدن یعنی یک چیز جهان شموله پدیده خیلی جدیدی نیستش یکی از کسایی که خیلی روی اروین یالوم تاثیر داشته فیلسوف مشهور خودمون هست اپیکور و میگه که اپیکور اولین اگزیستنشال سایکوتراپیست بود اولین روان درمانگر وجودی بود هدف اپیکور رسیدن به آرامش و حالتی بود که بهش میگفتن اتراکسیا اتراکسیا یه کلمه هستش که اولین بار فیلسوف یونانی فایرو استفاده کرد و اپیکور خیلی ازش استفاده میکنه و رواقیون ستویک هم ازش خیلی استفاده میکنن. منظور رسیدن به حالت بیترسی و عدم تلاطم هست یعنی ایجاد یک آرامش درونی. از جمله مثلا در زبان روزمره حالت ایدئال برای سربازایی که به جنگ میرن اتاراکسیا هستش. یعنی برای فرمانده سربازی که از مرگ نمیترسه تلاطم درونی نداره یک سرباز ایداله. اعتقاد اپیکور این بود که تمام ترس ها، تمام رنج ها و همه اون چرک مردگی رنگ های روی پالت از همون ترس بنیادی از فناپذیری و مرگ میاد. ترس پایان تعطیلات. و این ترس در تمام زندگی هست ولی شدت و هدتش کم و زیاد میشه. در سن خیلی پایین در بچه های پیش از مدرسه پیش از دبستان بچه ها آروم آروم با مرگ آشنا میشن مثلا ممکنه ببینن که یه ماهی ایدی مرده من خودم دقیقا یادم میاد که این خیلی برام مهم بود و بسیار برام شگفت انگیز بود که یه ماهی که در آب قوتور و عمود و شنا کنه ناگهان کج میشه و میاد روی آب و کاملا این یه تغییر حالتی بود که زنگ خطر برای من به صدا در می آورد و میشستم ساعت های ماهی که داشت میمرد و کچ شده بود و اومده بود رو آب و تماشا میکردم اون موقع ما جوجه رنگی داشتیم و این جوجه رنگی ها خیلی موقع میمردن و بسیار تجربه تلخ و ویژه بود بعد اینا رو میبردیم تا یه مراسمی خاک میکردیم یا در همون سنینه که ممکنه اعضای بسیار پیر فامیل برای اولین بار فوت بکنن و بچه ها به این موضوع جلب میشن این ادامه داره تا حدود 6 سالگی بعد یالوم اعتقاد داره که شبیه همون چیزی که در روانکاوی کلاسیک فرویدی میگن که اون توجه و کنجکاوی بچه به آلت تناسلی و به مسئله سکس تا حدود مثلا 6 -7 سالگیه و بعد یک دوره لیتنسی و خاموشی داره میره تا دوره بلوغ میگه کنجکاوی در مورد مرگ هم همین جوریه و یه دفعه دوباره از بلوغ و نوجوانی این کنجکاوی و ترس و استراب مرگ دوباره زنده میشه و مظاهر و تظاهرات خاص خودشو داره بدترینش و دردناکترینش اینه که گاهی وقتا نوجوانا خودکشی میکنن و یالوم اعتقاد داره که بخشی از این کار نوعی در حقیقت جذب شدن نسبت به مرگ و کنجکاوی نسبت به مرگ و سعی در آزمون و خطا و در حقیقت دست زدن به آتیش و زغال داغ هستش یا زبون زدن به یک دندون لغ هستش باز مظاهر دیگهش در دوران ما این بازی های ویدیویی بسیار خشنه یا دیدن فیلم های خیلی ترسناکه که بچه ها میرن سراغش یا جنون سرعته که تو این سن وقتی میشینن پشت ماشین بسیار سرعت میگیرن یا علاقه من میشن به مواد به الکل در حقیقت نوعی میخوان با اون بیخیشتنی شبیه به مرگ مزه مزه کنن و آزمایش بکنن بعد دوباره انسان خودش رو مشغول میکنه با تحصیلات، با عشق، با کار و یک بار دیگه این ترس وجودی در بحران میانسالی میاد سراغ آدم. بعضی اعتقاد دارن که بحران میانسالی اختراع جامعه مدرن اصلا چنین چیزی وجود نداره یا اعتقاد داره که یکی از زمانهایی هستش که دوباره آدم یاد این میفته به ظهر زندگی میرسه از کوه زندگی بالا رفته و حالا میخواد سرازیر بشه و ناگهان یک تلنگوری یه ضربه به آدم میخوره گفتیم که انسان در طول این تجربه درازش با این خارش با این مرد درد و با این زخم کشنده این مورتال ووند پروژای جاودانگی رو خلق میکنه مثل ثروت اندوزی مثل اصرار بر همسان شدن فرزند با والد مثل سنت ها و ازید یالوم مثل مذهب هرچند که تمام این پروژه ها برای انسان کارهای دیگه ای هم میکنن و اینکه بخوایم فکر بکنیم که فقط هدفشون اینه فلسفه وجودیشون اینه شاید واقعا درستم نباشه مثلا مذهب یکی از کاراش اینه که استراب آشنایی و استراب برخورد با دیگران رو کم میکنه یعنی سنس آف کامیونیتی ایجاد میکنه حس اجتماع ایجاد میکنه در اون مراسم مذهبی حالا چه اشای ربانی باشه چه یک نماز جمعی باشه هر چی باشه افراد احساس میکنن که میتونن به همدیگه اعتماد بکنن و اختلافاتشون رو کنار بذارن استراب صمیمیت رو عبی میبر مثلا حتی مذهب این قدرت رو داره که از شخصیت های منفی تاریخ هم وام بگیره مثلا دفن کردن چیزی است که در واقع مراسمش رو ما از قابیل گرفتیم نه از هابیل ولی اینم تبدیل شده به جزئی از تشریفات و مراسم مذهبی و به طور کلی یالون معتقده که مرگ دست خیلی درازی داره و برخلاف فروید فکر میکنه که مسئله مرگ از مسئله جنسیت و سکس مهمتره بعد شما اگر روانشناسی یونگ رو بخونید به ویژه اگر کتاب The Origins and History of Consciousness ریشه ها و تاریخچه خداگاهی از اریک نویمن رو مطالعه بکنید اون کهن الگو یا اون نماد اوراباروس اون ماری که حلقه زده و داره دم خودش رو میخوره میبینید که این چرخه مرگ و زندگی یک سرش زایشه، آفرینش و رابطه جنسی سکس عشق و یک سرش مرگ و این دوتا خیلی به همدیگه نزدیکن واقعا نمیشه گفتش که کدومشون اساسی ترن در حقیقت یک دایره است اون سر دایره که دم مار هستش در حقیقت میشه با آلت نرینگی تشبیهش کرد قسمت زایشه و اون طرف که دهان ماره و این دم رو داره میخوره و اگر که این کار رو ادامه بده کل اون مار ناپدید میشه یعنی یک ابهام فلسفی یک معمای غیرقابل حل هستش اون مرگه بنابراین اون کهن الگوی اوروبوراس که یکی از قدیمی ترین کهن الگوهای بشر هستش هم سکس و رابطه جنسی رو پوشش میده و هم مرگ رو این قسمت البته چیزیه که در کتاب نیست و یه جور دیگه هم میشه بهش فکر کرد اگر مرگ نابود شدن و از بین رفتن کامل خداگاهی باشه یا برخواستن کامل خداگاهی باشه نوعی بیهوشی و اغما باشه ما میبینیم که این حالت به صورت گذرا و مقطعی در لحظه ارگازم هم دست میده و همون جور که مرگ خیلی استرابزاست جالب بدونید در فرهنگ های زیادی این ارگازم هم بسیار استرابزاست و نباید موقع سکس اتفاق بیفته نکوهش شده و حداقلش اینه که بسیار رازالوده اون از خود بی خود شدن در لحظه اوج لذت جنسی وقتی که به قول معروف میگن فرد سر از پا نمیشناسه یا در پوست خودش نمی گنجه شاید نزدیکترین احساس باشه به اون چیزی که افرادی که نیر death experience داشتن تجربه های نزدیک به مرگ داشتن حس میکنن ناگهان سبک میشن ناگهان رها میشن و چیزی نمیفهمن بنابراین این دوتا کانسپت هم همدیگه خیلی نزدیکن و هر دوشون هم اتفاقا میتونن استراب ایجاد بکنن و هر دوشون هم برای بعضی یا برعکس میتونن بسیار آرامش بخش باشن نه بعدم فکر بکنیم که برای همه آدما بلا استثنا مرگ منشأ استرابه حتی از نظر فیزیولوژیک هم این دوتا مسئله به همدیگه ارتباط دارن. شاید بعضی ها ندونن که یکی از چیزهایی که برای افراد اوج لذت جنسی ممکن ایجاد بکنه برای بعضی افراد حالت نیمه خفگی هست و چیزی که تو پزشکی بهش میگن اسفیکسیا. یعنی پایین افتادن سطح اکسیژن خون در مراکزی از مغز میتونه لذت جنسی ایجاد بکنه و ارگاز ایجاد بکنه. دیده شده که بعضی از افرادی که اعدام میشن به وسیله دار زدن دچار انزال میشن و حتی بعضی افراد در موقع اوج لذت جنسی از پارتنرشون میخوان که دست روی گلوشون بذاره و حتی متخصص های پزشکی قانونی با این حالت خیلی آشنان که بعضی افرادی که استمنا میکنن با بستن یه تنابی به گلوی خودشون و حالت نیمه آویزون از یک جایی سعی میکنن که اون لذت ارگازم رو بیشتر بکنن و گاهی وقتا به صورت تصادفی این دار زدن به صورت کامل اجرا میشه و اینا خفه میشن و کیساشو متخصصان پزشکی قانونی میشناسن یه امر خیلی عجیب و غریب و نشنیده ای نیستش تو پزشکی قانونی بنابراین میبینید که حتی به صورت فیزیولوژیک هم مرگ و سکس چقدر موضوعات نزدیک به همی هستن خب اجازه بدید که دوباره برگردیم به خود کتاب و یکی از چیزایی که اروین یالون به ما میگه میگه ببینید هر کسی یه جور از مرگ میترسه استراب مرگ آدما رنگبندی بندی داره شکلای مختلف داره و باید رفت تو دل این و از مراجع پرسید که تو از چی مرگ دقیقا میترسی؟ ممکنه یه نفر به شما بگه که من از فراموش شدن میترسم احساس میکنم مثل یه نقاشی روی دیوار کمرنگ میشم و کمرنگ میشم تا پاک میشم یه نفر دیگه ممکنه به شما بگه که من از تنهایی میترسم یعنی احساس میکنه که مثلا اون بالا روی زمین همش مهمونیه و این در یک تابوتی در زیر زمین در تاریکی گیر کرده و تنهاه دیگه هیچکی باش حرف نمیزنه هیچکی آدم حسابش نمیکنه یکی دیگه ممکنه از این به ترسه که روش خاک میریزن از اون سردی و وزن خاک میترسه به قول پروین سامی، خاک در دیده بسی جان فرساست سنگ بر سینه بسی سنگین است بنابراین ما هر کدوممون به شیوه خودمون مرگ رو شخصی کنیم و این استراب مرگ رو میشه بیشتر کاوید و یالم توصیه میکنه به درمانگرا که میگه اشتباه نکنید این استراب مرگ رو نشونه ای از چیز دیگه ای لطفا ندونید برید تو دلش و خودش بررسی کنید مثلا کیسی رو نقل میکنه از خوابهای متعددی که یه دختر پنج ساله میدیده که یک بشقاب کرم کرم خاکی جلوش گذاشتن و این کرما رو فشار میده و ازش میخوان که این ماده که از کرما بیرون میزنه رو بخوره و میگه که اینو رو روان درمانگرای زیادی تفسیر جنسی کردن و ارتباط دادن به اینکه احتمالا سابقه سوء استفاده جنسی و تجاوز بهش وجود داشته و فروید هم مرگ رو یک جای نمادی از اختگی میدونه اما میگه اگه با این کیس مثلا بیشتر کار کنین متوجه میشه که این مسئله با مرگ پدرش ارتباط داره و پدرش آدم ترسناک و عصبی بوده و میگه برای یه چنین افرادی من مراقبه بر سر قبر توصیه میکنم حالا چه به صورت ذهنی چه به صورت فیزیکی رفتن اونجا و فکر کردن و وقتی که این مراقبه را انجام داد شعر یادش اومد با همین مضمون و با همین صحنه هایی که بشقاب و کرم و جسد و اینا و بنابراین این کابوس استراب خالص مرگ ربطی با مسئله جنسی در این مورد خاص نداره و ما نباید خیلی ساده و به قول معروف فکر کنیم سرراست آدما این استراب بهش اعتراف میکنن و متوجهش هستن میتونه خیلی خیلی پیچیده تر باشه مثلا میگه یه مادری پیش من اومد که حالتهای استراب بسیار شدید افسردگی و اینا داشت و علت ظاهریش و علت مستقیمش اعتیاد پسرش بود. اینجا اینطوری باید سوال کرد از این فرد که چه چیزی از اعتیاد پسرت قلب تو رو میشکنه برات خیلی دردناکه برات خیلی سنگینه این یه آدم بزرگ ساله حق انتخاب داشته آزادی داشته و این روش زندگی رو انتخاب کرده یا یه جور دیگه به این نگاه کنیم دنیا به آخر نرسیده ما شاید بتونیم این فرد رو به زندگی برگردونیم شاید اعتیادش قابل درمان باشه یعنی باید برید توی این که استراب این خانم درد و رنجی که داره تجربه میکنه از اعتیاد پسرش یک حالت اقراق شده اگزجر شده و آگراندیسمان شده است این زخمی که حس میکنه و داره به خودش میپیچه چیه قضیهش و میگه وقتی که خوب این خانم رو من بررسی کردم رویاهاش رو کاویدم و مدتی باش کار کردم و همین یه پسرم داشته دیدیم که این پسر پروژه جاودانگی این خانومه و این خانم از زندگی که به پای این پسر گذاشته در حقیقت داره میسوزه و به فریاده راهی که تونستیم بهش کمک بکنیم برای اینکه وقتی مادر استراب داره وقتی که تحکم میکنه و وقتی که سلطه جو میشه اون پسرم شاید قضیه اعتیادش پیچیده تر میشه و گره میخوره میگه وقتی این خانم شغلش رو عوض کرد و کاری رو در پیش گرفت که بیشتر دوست داشت یه کمی تر شد استراباش کمتر شد و از این که میتونه کاملتر زندگی کرده باشه و همه چیز زندگیش رو به این پسر گره نزده اون وقت یه خورد رابطه عادی تر شد و اون پسر هم تونست آروم آروم از این وضعیت بیاد بیرون روانکاو و رواندرمانگری که دسترسی داره در کلینیک و میتونه تجربه بکنه ممکنه به نتایجی برسه که با اون چیزی که آدم فکر میکنه متفاوته مثلا در جلسه قبلی گفتیم که اروین یالوم علاقه به گروه درمانی رو پیوند زد با موضوع درمانگری وجودی یه گروه درست کرد از بیماران سرطانی و در اونا دید که ممکنه همه ما فکر بکنیم همشون افسردن و همشون غمگینن و دچار ترسا و استراپای شدیدن اما اروین یالوم دید که یک سوم اینا اتفاقا به شدت تهیید شدن و یک جون دوباره پیدا کردن و روش و منش زندگیشون رو به سرعت عوض کردن از جمله اتفاقی که براشون افتاد این بود که نگفتن رو یاد گرفتن بسیاری از ما تو زندگی خیلی راحت از وقتمون بذل و بخشش میکنیم میریم دنبال کارهایی که پروژه های اصلی ما نیستن و وقتی که یک کسی مرگ رو در چند قدمی خودش می‌بینه خیلی محکم نگفتن رو یاد میگیره بعد دید اینا به درک زیبایی بسیار حساس شدن رفتن دنبال هنرهایی که مدتها در زندگیشون خاموش مونده بود. بعد پوسکولوف شدن. یعنی اون دلخوری ها و اون برخوردن های کوچولو کوچولو که تو زندگی مرتب پیش میاد برای اینا خیلی کمتر شد. حتی میگه یکی از این مراجعان سرطانی مستقیم به من گفت دکتر کنسر روان نجندی و نوروز رو خوب میکنه. اصلا درمان نوروز کنسره. همه اون قورایی که آدم داره از زندگی از پشت ترافیک از کارهای روزمره از همسرش از بچه هاش از اوضاع روزگار و اوضاع دنیا همه این قورای کوچولو کوچولو با کنسر خوب میشه اصلا یه دفعه آدم یادش میره و این رو اروین یالون بهش میگه شوک تراپی و میگه اون داستان چارلز دیکنز اسکروچ هم در حقیقت شوک تراپی بود وقتی کریسمس آینده رو دید ناگه فهمید که باید مسیر زندگیشو عوض کنه و اون چیزهایی که تو زندگی مهمه فقط پول در آوردن نیست ارمین یالون میگه که اینا رو بعد اسمشون رو گذاشت تجربیات بیدار کننده تجربیات بیداری همین شک ها مثل مثلا یه دفعه بیماری لاعلاج گرفتن کنسر گرفتن اما اینا بیشتر از این حرف و اینا رو بر ما میشماره میگه که یکیش واکنش سوگ، تجربه مرگ عزیزان هستش یا مرگایی که برای ما مهمه مثلا مرگ همسن و سالها خیلی مهمه یه دفعه انگار که بیلیت خودمون میاد رو و یه دفعه میترسیم نوبتمون نزدیک میشه یا مرگ پدر و مادر یکی از دلایل استراب شدیدش اینه که انگار پدر و مادر بین ما و مرگ فاصله انداختن و در حقیقت یکی از اون پشتوانه ها و یکی از اون ابزارهای اتمینان بخشی به اینکه همه چی خوبه نترس همه چی درست میشه من مواظبتم پدر و مادرن وقتی پدر و مادر برداشته میشن ناگهان نوبت ما میاد رو و یک بحران اگزیستانسیال بسیار بزرگه یکی دیگهش وقتیه که بچه ها بزرگ میشن از خونه میرن مثلا ازدواج میکنن یا میرن دانشگاه تولد های جدیده تولد در دوست فامیل آشنا یکی دیگهش کابوسه که روان درمانی اگزیستانسیال به صورت مفصل از تفسیر خواب فروید استفاده میکنه و مرتب یالومین رو نقل میکنه که فروید گفته بود که شاهراه ما به ناخداگاه رویاها و کابوس ها هستن ویا یا کینگلی رود بنابراین ما از کابوس ها خیلی میتونیم راجع به مرگ چیز در بیاریم و هر فردی میتونه یه دفترچه داشته باشه و خوابهایی که در مورد مرگ و با این مضمون در ارتباط هست میتونه یادداشت بکنه و بهشون فکر بکنه مدیتیت بکنه و راجبشون حرف بزنه اجازه بدید که این موضوع رو همینجا نگه داریم و از این سر که به دست آوردیم استفاده بکنیم تا جلسه بعدی یکی از خوابهایی که ممکنه ببینیم پس این یک سال چه خوابهایی دیدیم که مضمون مرگ داشته و ازش چی به دست میاد روی کرده ما به مرگ چیه اولا ترسناکترین لباس مرگ برای ما چه لباسی از چه چیزش بیشتر از همه میترسیم این یه سال دوما حسرت های بزرگ زندگی ما چیه؟ اگه بشنویم که مدت زیادی دیگه زمان نداریم کدوم حسرت برای ما میاد رو و بهش فکر میکنیم؟ سه و من، تجربیات بیدار کننده ما تو زندگی چیا بودن؟ آیا مثلا یک جلسه ی ریونین رفتن با مثلا یه مهمونی با همسالان و فارغ و تحصیل ها و دانشجوهای قبلی و دوست و رفیقا و اینا بوده؟ آیا از دست دادن کار بوده چون خیلی وقتا کار برای ما معنا ایجاد میکنه تو زندگی و در اون کار که غرق میشیم مثلا دیگه گذر زمان و اون اتفاق پایانی و نهایی رو بهش فکر نمی کنیم. ولی وقتی کارمون از دست میدیم یا بازنشست میشیم بازنشستگی یکی از اون چیزاست که ناگهان زندگی رو از معنا توهی میکنه و آدم یاد مرگ میافته. به اینان فکر بکنیم تجربیات بیدار کننده ما از چه جنسی بودن میتونیم در کامنتها بهش بپردازیم مثل دفعه قبل که دوستان اون شعر فوقالعاده فریدون مشیری رو برای ما نوشتن الان هم میتونیم از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم و بیشتر یادمون بیاد که همه در یک قایق نشستیم و همه با همدیگه همسفر هستیم در این شب تاریک و بیم موج و گرداب حائل از اینکه شنیدید متشکرم